آمار اعدام ها در ایران طی ماه ها و هفته های اخیر با افزایش چشمگیری روبرو شده تا آنجا که اعتراض مجامع حقوق بشری را برانگیخته است. به گزارش همکارم سعید بهاری در این زمینه توجه فرمایید. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو هفته گذشته اعلام کرد که ایران در سال جاری میلادی، یعنی در کمتر از 6 ماه، 209 نفر را اعدام کرده است که آن را رکوردی مایه انزجار خواند و خواستار توقف آن شد. البته این آمار مربوط به پیش از صدور حکم محمد قبادلو و اجرای احکام اعدام صالح میر هاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی است. این سه نفر به اتهام قتل ماموران نظام ایران در جریان اعتراضات جنبش مهسا در اصفهان محکوم به اعدام شدند که از آن به اعدام‌های سیاسی یاد می‌شود. سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل در یک کنفرانس خبری گفت ولکر تورک، رئیس حقوق بشر سازمان ملل، مراتب تأسف شدید خود را از شمار فزاینده اعدام‌های سال جاری در ایران ابراز کرده. او افزود در سال جاری به طور متوسط هر هفته بیش از 10 نفر در ایران اعدام شدند که این کشور را به یکی از بالاترین اجرا کنندگان حکم اعدام در جهان بدل می کند. او خاطر نشان کرد که اغلب این اعدام‌ها به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است. بر پایه گزارش سالانه عفو بین الملل، در سال گذشته میلادی 883 تن در سراسر جهان اعدام شدند که 90% این اعدام‌ها در ایران، عربستان سعودی و مصر انجام شده است. البته این آمار شامل چین که همه ساله هزاران تن را اعدام می کند نمی شود. در گزارش عفو بین الملل، چین با بیش از 1000 مورد اعدام در صدر فهرست کشورهایی است که همچنان از مجازات اعدام استفاده می کنند. اما تأکید شده که به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات، آمار دقیقی از شمار اعدام ها در این کشور در دست نیست. پس از چین، ایران بیشترین شمار اعدام ها را در سال 2022 داشته است و پس از آن عربستان که همین دیروز خبر اعدام 3 جوان دیگر در آن کشور منتشر شد و امروز خبر اعدام جوان 4. تا ادامه روند سریالی اعدام های سیاسی در ولایت اهدی و جولاندهی بن سلمان باشد. در ایران اما یافته های عفو بین الملل نشان می دهد که در سال 2022 میلادی 576 تن اعدام شدند که نسبت به سال 2021 میلادی که 314 حکم اعدام در آن اجرا شد 83% افزایش را نشان می دهد. هرچند درصد بالایی از اعدام‌های صورت گرفته به ویژه در هفته‌های اخیر مربوط به جرائم مرتبط با مواد مخدر بوده که احکام قطعی آنها ماه‌ها قبل صادر شده بوده است، اما تجمیع و همزمانی این اعدام‌ها با اعدام‌های سیاسی اعتراضات جنبش زن، زندگی، آزادی و نیز اعدام بلوچ‌ها تداعی کننده سیاست گسترش رعب و وحشت از طریق اجرای احکام پرشمار اعدام، آن هم در ملأ عام است که همواره نظام ایران پس از پایان یافتن اعتراضات خیابانی به آن رو می آورد. مرجع عالی قدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی کرارند بر حرمت اعدام‌های سیاسی تأکید فرمودند و نظام‌های متکی بر ایجاد رعب و وحشت و خونریزی را برگرفته از اسلام اموی و عباسی و مغایر با اسلام حقیقی و اسلام علوی دانستند. از سوی دیگر بررسی ها نشان می دهد سیکل معیوب چرخه خشونت و شستن خون با خون از طریق گسترش کینه و نفرت به خانواده های قربانیان در نظام های سیاسی مختلف و حاکمیت های توتالیتر نه اعتراضات سیاسی را فروکاسته، نه مشکلاتی همچون قاچاق مواد مخدر را حل کرده و نه آمار نزاع‌ها و قتل‌ها را کاهش داده، مخصوصاً در جوامعی که معضلات و مشکلات سال‌ها در آن ریشه دوانده‌اند. سعید بهاری، اخبار شیعه. سید احمد شمس، فعال و تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر دینی از آنکارا با ما همراه هستند. آقای شمس، سلام، وقت شما بخیر.
با نام و یاد خدا سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز این برنامه خوب، در خدمت شما هستم. بزرگوارید. جناب آقای شمس، علت تداوم سیاست غلبه بر ایجاد وحشت نظام ایران با توجه به اینکه تا کنون نتیجه نداده چیه؟ بفرمایید. عرض به خدمت شما، میدونیم که به هر حال جمعیت قابل توجهی از مردم ایران متدین هستند و دیندار، و البته خوشبختانه طی 10-15 سال اخیر به ویژه پس از ماجرای سال 88 ما ریزش عمیق و جدی در بین جامعه دیندار داشتیم که از حکومت فاصله گرفتن و دیندارهای مستقلی هستن، اما به هر حال همچنان یک طبقه حامی در داخل حکومت وجود دارن که ظاهرا متدین هستن یا حداقل تظاهر به دینداری میکنن، جمعیت 4-5 میلیونی و اقلیتی در این جامعه که پشتوانه و بدنه اصلی هستن که حاکمیت به اونها تکیه داره. حاکمیت به دو دلیل این اعدامها رو تداوم میبخشه: اول به جهت اقناع فکری این دسته از حامیانی که در اقلیت هستن و اکثریت جامعه و حتی افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری برای حاکمیت هیچ اهمیتی نداره، این دلیل اول برای اقناع فکری اونها. این که میبینید فیلمهایی ساخته میشه، سناریوهایی ساخته میشه، همه برای اقناع فکری این دست از حامیان خودش هستش که در نمازهای جمعه شرکت میکنن، در تجمعها شرکت میکنن، به وقتش در انتخاباتها شرکت میکنن. و بحث دوم، همینطور که اشاره فرمودید، بحث ایجاد رعب و سیاست النصر به رعب و تهدید خانواده ها با اعدام هایی که صورت میگیره، و اگر هم خود این جوانهایی که کف خیابون و میدان می آیند به هر حال همچنان اون تحور و شجاعت رو دارن، حداقل باعث بشه خانواده ها مانع این بشون که این جوانان به کف خیابون بیان و به مبارزه خودشون ادامه بدن. و خود شما هم میدونید و دوستان عزیز بیننده هم شاهد هستن، آنچه که این طی این چند اعدام اخیر صورت گرفت یا اعدام هایی که داره در پیش گرفته میشه، همگی با توجه به اینکه تحت شکنجه های اجباری اتفاق افتاده و واقعا متهمانی که در این پرونده ها وجود داشتن ابدا متهم واقعی نبودن، ما شاهد سناریو سازی هستیم. در ماجرای ایزه شما شنیدید که قاتل اصلی کیان پیرفلک شخصی هست به نام آقای سردار محمد یا ایدی علیپور. در ماجرای اصفهان هم خود شما شاهد بودید که فایل صوتی و مکالمه کامل بیسیمی از فرماندهان فراجا درآمد، مشخص شد که یک خودروی زانتیای سفید رنگ عامل اصلی این قضیه بوده و آمدن برای اقنای همین دست از افرادی که حامی حکومت هستند یک فیلمی رو ساختند که مشاهده فرمودید که وقتی مراجعه، وقتی میخوان فرض بفرمایید این عوامل خانه اصفهان رو مثلا دستگیر کنن و اتهام رو به اونها نسبت بدن، قبل از اون که مأمورها برسن دست اونها بسته بوده، یعنی حتی رعایت یک سری قواعد اولیه هم نشده. تو ماجرای ایزه هم که مادر کیان پیرفلک خودش میگه من دیدم با چشم خودم که از طرف ماشین سرداران سپاه شلیک شد، ولی اینها متاسفانه مواردی هستش که سناریوهای دروغ و کاذبی است که خوشبختانه اکثریت قاطب جامعه اونها رو باور نکرده و هم، ولی برای سیاست النصر رو به رعب و ترسوندن مردم متاسفانه همچنان این اعدام ها ادامه داره. آقای شمس، نظام ولایت فقیه در اعدام های سیاسی از عنوان فقهی محاربه استفاده میکنه، آیا چنین عنوانی با شرع و فقه مطابقت داره؟ بفرمایید. بله، همونطور که مستحضر هستید آیه‌ای که در قرآن کریم وجود داره در رابطه با محاربه آیه 33 سوره مائده هست که می‌فرماید انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا، که
که بحث افساد فی الارض مترادف با محاربه با خدا تلقی شده در این آیه شریفه، اما در رابطه با تفسیر این آیه اغلب مفسرین اعتقاد دارند که بحث افساد فی الارض حتما باید همراه با اخافت الناس باشه، یعنی ترساندن مردم باشه، و در چنین شرایطی قطعا داشتن سلاح شرط است. حالا صرف نظر از اینکه بپذیریم که اجرای حدود در عصر غیبت مجاز هست یا مجاز نیست، بر فرض مجاز بودن اجرای حدود در عصر غیبت، اون چیزی که مهم هستش عنوان فقهی که وجود داره این هستش که باید مردم بترسن و اون شخصی که عنوان محاربه بر و افساد فی الارض بر او بار شده حتما از سلاح استفاده کرده باشه، مردم بترسن، نه اون که حکومت بترسه، نه اینکه یک پایگاه بسیج بترسه. در حالی که ما در این اعتراضهای سیاسی کاملا شاهد بودیم که معترضین با دست خالی بدون سلاح حضور پیدا کردن، اون چی هم که به عنوان اعترافهای اجباری اتفاق افتاد همگی سناریو سازی و دروغین بودش. آنچه که در فقه مفسرین بهش اشاره دارن و فقها بهش اشاره دارن، عنوان فقهی و شرعی محاربه در جای اطلاق می شود که فردی با سلاح موجب خوف و ترس مردم بشود، به گونه ای که با حضورش در خیابان اکثریت مردم بترسند، یا حتی مردم در داخل خانه بترسند که کسی این کارو بکنه. هیچگاه اشاره نشده در بحث اخافت الناس یا در بحث محاربه یا افساد فی الارض اگر حکومتی ها بترسند. طبیعی است که حکومتی ها حتی از یک تظاهرات آرام و اعتراض مطالبت آمیز میترسند. ترس حکومت قطعا در این قضیه شرط نیست. شرط این هستش که مردم بترسند، که قطعا این شرط محقق نشده. و البته بله، حاکمیت میترسد، حاکمیت از هر گونه اعتراض مطالمت آمیز ترس داره، و امیدواریم که هرچه زودتر این اعتراضهای مسالمت آمیز با کمترین هزینه ممکن به نتیجه برسه. تشکر میکنم از شما از حضورتون در این برنامه. متشکرم من از شما و از همه بینندگان عزیز. بزرگواری. سید احمد شمس، فعال و تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر دینی از آنکارا با ما همراه بودند.